اما دیدار علی خامنه‌ای با دختران دانش آموز برای جشن تکلیف که در یکی از حسینیه های محل اقامتش برگزار شده واکنش های مختلفی به همراه داشته برگزاری مراسم موسوم به جشن تکلیف با این تعداد و در چنین سطحی در محل اقامت خامنه‌ای و با حضور خودش کم سابق است فروغ کنانی پژوهشگر و کنشگر اجتماعی اینجا در استودیو با من همراه شده خوش اومدید خانم کنانی تصاویری که می‌بینیم تصاویر جدیدی ما همچنین تصاویری از خامنه ای بودیم در بین دختر بچه‌ها در جشن که ازش به عنوان جشن تکلیف یاد میشه بسیار این یک جلوه دیگری از استفاده ابزاری از کودکان یاد کردن قطعا یک استفاده ابزاری از کودکان محسوب میشه به خصوص اینکه جمهوری اسلامی برای دختر بچه ها برنامه متفاوت از دولت های نرمال در دنیا داره ببینید ما آقای خامنه ای رو در جمعی میبینیم از بچه هایی که از نظر ما کودکان زیر سن هستن از نظر ایشون زنان بالغ قابل شوهر به اصطلاح و همین به نوعی یک نوع تناقض نه دلپذیر رو در همین تصویر فقط از لحاظ تکنیک عکس ایجاد میکنه از طرفی باید در نظر بگیریم ما در بهبوهه انقلاب زن زندگی آزادی هستیم انقلابی که به خاطر حجاب هجباری تبدیل به یک حرکت آزادی خواهی در ایران شده و این قیام همچنان به گونه های مختلف ادامه داره من فکر می کنم که مهمترین پیامی که آقای خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی دارن سعی می از طریق این تصاویر و این اینجور رفتارها به ما نشون بدن این هست که ما انقلاب شما را جدی نگرفتیم به رسمیت نمیشناسیم از پایه انکار می کنیم و از همه مهمتر تمام اون ایدئولوژی حاکم که باب دل خودمون هست و سالها براش نه تنها تبلیغ کردیم بلکه اگر لازم شده ما مانند همین قیام اخیر جنایت کردیم رو پیش میبریم و همچنان بر همان تبلی میکوبیم که در چهل و اندی سال کوبیدیم من فکر میکنم این در درجه اول یک اعلام قدرت کذایی در داخل ایران و یک نوع پروپاگاندای منفی هست اما آنچه که مهمه اینه که این صدا و این تصویر باید به خارج از ایران هم مخابره بشه چون معمولا چیزی که برای رسانه های خارجی آنچه خوراک خبری بیرون هست متفاوت از این تصویری هست که در ایران دیده میشه من خیلی خوشحالم که در فضای مجازی این تصویر دیده شد و به اندازه کافی بهش شد دروغ کنانی تحلیلگر اجتماعی اینجا در استودیو با من ممنونم از شما